یه سوال دارم از متخصصین عینک همین اول ویدیو جدی واقعا برام سواله ها عینک سام درخشانی سیستمش چجوری چجوری کار میکنه که اذیت نمیشه هر کی که عینکی نیست وقتی عینک میزنه سردرد و چش دردی میگیره دیگه این سیستمش چجوری کار میکنه که انقدر نمرش بالاست بعد اذیتش نمیکنه اگه کسی میدونه لطفا من از این جهالت در بیاره واقعا ممنون میشم اومدیم با بررسی قسمت دوم سریال قهوه پدری جدیدترین اثر مهران مدیری بریم برگردیم سلام محمد علی شیرزاد هستم خوش اومدید به کانال خودتون شیرزاد فیلم قسمت اول این سریال رو بررسی کردم پیشنهاد میکنم که اگه ندید اول اون ویدیو رو ببینید لینکش میدیم بالا چون این ویدیو در ادامه اون ویدیوه بعد از اومدن قسمت اولی چند جا دیدم گفتن که اسم قبلی سریال پدر قهوه بوده و بعد برای اینکه خب حالا راضی نبودن یا چی عوض کردن شده قهوه پدری واقعا کی اسم سریالش رو میذاره پدر قهوه دیگه تو همون قسمت دوم هم اشاره شد به این قضیه دیگه پدر قهوه منظور عوامل سریال بوده که حالا اونم مورد تایید تای بالا قرار نگرفته و گفتن قهوه پدری که الان هم قهوه پدری رو داریم تماشا میکنیم خیلی اشاره میشه که این سریال در ادامه دو سریال قبلی آقای مدیریه یعنی هیولا و دراکولا و یه جورایی یه سگانه ای رو با هم تشکیل میدن نمیدونم نمیتونم با این قضیه موافق باشم از این طرف هم نمیتونم مخالف باشم چون خیلی بی نیست ولی انقدر هم مربوط نیست که مثلا اون دو تا اولیه انقدر به هم مربوط بودن این اصلا یه فضای جداست یه جورایی اصلا در تضاد با این دوتا با هیولا و دراکولا یعنی خیلی فضای متفاوتی رو دارن اون دوتا یه ور این یه دونه یه ور چون واقعا هم رو فرق میکنن توی قهبی پدری ولی تو اون دوتا تقریبا یکی بودن ایده اصلی دوچار استثنان تغییر عجیب خریبی شده توی قهبی پدری که در ادامه میگم نمیتونم اسمشو بذارم سگانه میخوام یه نکته ای رو بگم و برای اینکه منظورم رو کامل برسونم بیاید یه کاری بکنیم بیاید فکر کنید که این دو قسمت از سریال قهوه پدری رو اصلا ندیدید یعنی هیچ تصوری از چیز اجرا شده قهوه پدرش تو ذهنتون ندارید این دو قسمتون ندیدید و نمیدونید چه خبره و الان شما تهیه کننده یا سرمایه گذار هستید که میخواید روی سریال یا سرمایه گذاری بکنید من یه طرحی آوردم برای شما گوش کنید ببینید این طرح چطوره خب این طرح من داستانی خانواده که یه جورایی ورشکست شدن و پدر خانواده فرهنگیه یه آدم خیلی ساده که اصلا کار چی میگن زورش به مورچم نرسیده و با کار خلاف تو زندگیش نکرده و آدم اهل ریسکی نیست و این همچین آدمیه دیگه خلاصه آره یه کتاب فروشی داره که الان که ورشکست شده صاحب اون مغازه میخواد این کتاب فروشی رو تبدیل کنه به قلیونی اینه قضیه مادر خانواده توی بانکی کار میکنه به عنوان معاون که یکی از کارمنداش که خیلی هم با هم کل کل دارن زن رئیس همون بانک اتفاقا ما خانم جاله سامیس رو برای این نقش انتخاب کردیم و آقای جواد رزویان رو هم برای رئیس این بانک حالا این زن و سه تا بچه دارن که یکی از بچه ها قصد ازدواج داره با دختری که پدر دختره خودش هم قصد ازدواج داره و میگه که آقا جمع کنید برید من میخوام زن بگیرم و خیلی هم عجله داره و تحت فشاره خلاص آقا سرتون در نیارم این خانواده ورشکسته میرن سراغ یکی که یه راهکاری بهشون بده اونم میگه که 4 میلیارد بیارید بریزید توی بیزنسی میخوایم قهوه وارد کنیم سود هزار برابر قراره بگیرید از این قضیه ما آقای مدیری رو برای این نقش انتخاب کردیم اینا میرن از عالم آدم پول قرض میکنن بدهکار که بودن هیچ بدهکارتر میشن میارن این کار رو انجام میدن ولی قهوه بالا نمیره که هیچ پایینم میاد و همون پولی که قرض گرفتن رو هم نمیتونن برگردونن این طرح کلی ماست که به نظرتون چطوره به نظر من که خیلی بانمکه یعنی این موقعیت ها این اتفاقا با این بازیگرا خیلی خیلی بانمک میتونه باشه. یه لحظه بهش فکر کنید بدون اینکه تصوری از این دو قسمتی که دیدید داشته باشید. یعنی از این موقعیت بگی که کتابخونه قرار تبدیل به قلیونی بشه. این تضاد کلی اتفاق بانمک میتونه ایجاد بکنه. از نمیدونم اون درگیری معاون بانک با کارمندش که کارمند زن رئیس کلی اتفاق با نمک و دیالوگ بانمک میشه. بیرون کشید نمیدونم حالا و کلی چیزایی دیگه اصلا نشاره نکردم تو این تحریکه گفتم از زن همسایه فوزول و همه اینا این موقعیت ها با این بازیگرا اصلا نباید اجازه نفس کشیدن به من مخاطب بده فقط باید قهقهه بزنم ولی دریق از یه لبخند یعنی خیلی کم حالا تو این قسمت دوم یه چند جا واقعا خندیدیم ولی خب چرا کار نمیکنه از قسمت اول تا امروز که قسمت دوم پخش شد من این فکرم درگیر این بود که چرا قهوه پدری نمیخندونه مشکل چیه مشکل بازیگر فکر نکنم مشکل موقعیت فکر نکنم حتی دیالوگا با اینکه خیلی جهو لوسم باز فکر نکنم که مشکل باشن میدونی خیلی جا ممکنه بخندونن ولی خب اینجا نمیخنده مشکل چی مشکل اجراست به نظر من درست اجرا نمیشه هیچی تو این سریال فکر کنید بهش دیگه های موقعیت با نیستن به نظر من که خیلی هستن و میتونن بانمک باشن آیا این بازیگرا مناسب کار کمدی نیستن دیگه کی بهتر از این بازیگرا منظورم چیه که میگم درست اجرا نشده یعنی اون موقعیت جوری که باید اتفاق نمیفته یعنی از طراحی صحنه بگیر که مثلا اون فضا رو نمیسازه تا طراحی لباس که به نظرم اون فضا رو نمیسازه تا گیریم تا اون دیالوگایی که برام دیگه میگن سر ریتم به نظرم اتفاق نمیفته بعضی از دیالوگا ممکنه واقعا خندهدار باشن ولی چون به موقع گفته نمیشن و با لحنی که باید گفته نمیشن نمیخندونه حالا هم تو این کاری از دستشون بر نمیاد که تحت تاثیر این موقعیت قرار گرفتم و در نمیاد کارشون خیلی تک, و تک واقعا. بامزن یادتون توی قسمت اول گفتم که این همه شوخی جنسی توی قسمت اول آوردین از قسمت بعدی میخواین چیکار کنین هیچی دیگه تو قسمت دوم اصلا شوخی جنسی وجود نداشت یعنی خیلی کم بود تا جایی که من دیدم خب چرا این کار کردین چرا قسمت اول رو انقدر خراب کردین با این همه شوخی جنسی اگه قرار شوخی جنسی تو کارتون باشه خب یه دونه دو تا تو هر اپیزود که با نمک باشه یهو خب یه قسمت اول رو پر کنی از شوخی جنسی ضعیف قسمت دوم چیزی نیست خب این چه تناسبی دارن با هم دیگه دلیلش چی هستن با اینکه حالا قسمت دوم بدون شوخی جنسی خیلی تر از قسمت اول بود یعنی باز چند جا خندوند همون سکانس اول یکی دوبار خندوند سکانس آخر بانمک بود اون وسط هم یک تا موقعیت و دیالوگ با نمک داشت. یه چند تا نکته در رابطه با قسمت دوم بگم به نظرم جالب بودن. یه تفاوت اصلی که با هیولا داره این سریال اینه که اون کاراکتر اصلی که توی اون کاراکتر ساده اون آدم خیلی محجوب که توی هیولا ف... فرهاد دستانی بود و الان سام درخشانی یه تفاوت اصلی داره اونم که فرهاد دستانی توی سریال یه یهو دچار یه سعودی میشه پولدار میشه موفق میشه حالا در ظاهر ولی اینجا کاملا برعکسش اتفاق افتاد یعنی این آدم بیچاره تر شد نکته بعدی خود کاراکتری که مهران مدیری بازی میکنه توی سریال هیولا کاراکتری که مهران مدیری بازی میکرد خیلی هم باهوش و اصلا همه چیز اصلا زیر دست این آدم بود دقیق بود هر چی میگفت درست در میومد ولی اینجا اصلا هیچیش درست نیست یعنی هر کاری میکنه درست نیست و چیزی هم که گفتم در نهایت درست در نیومد واسه اونجا که داشت میگفت چهار میلیارد براتون میکنن فلان وقت مشخص بود حرف مفته یعنی داشتن با تاکید نشون میدادن که آقا این آدم خیلی به حرفش اعتباری نیست اصلا به کارش هم اعتباری نیست از همون آخر قسمت اول که اون چیزا رو داشت میزد به هیچ گونه هدف نمیخورد تا اینجا که اون تورا رو داشت میزد اون چوبه باز نمیتونست هر کاری میکرد نمیتونست و اصلا اونجایی که میگفت صدای طبیعت به من دو تا چیزو یاد داد بعد صدای طبیعت فقط صدای کلاغ میاد که صدای کلاغ از این میتونه باشه که یعنی اصلا صدای کلاغ یه جورای نماد بدبختی و بیچارگی و نمیدونم جانب... اه... چیزای منفی دیگه خلاصه اونجایی که آقای مدیر اومد اون بطری رو باز کنه با اون گوشه میز با اون گوشه میز شکست اولا که کاملا مشخص بود که اون از قبل شکوندن بعد با چسب زدن که وقتی که این کار میکنه بشکنه اون جای چسب کاملا مشخص بود که با این کاری ندارم وقتی که این کارو کرد یه کات خیلی عجیب بود اون وسط کات برای چی بود حالا من رو میارم پایین نگاه کنید چه کارایی داشت یعنی اون قدم چیز مهمی نبود که حالا با دو تا سوتی گذاشید بمونه توی این اپیزود یه سوال بهترین بازیگر یا بهترین بازیگر این سریال تا همین قسمت دوم به نظرتون کیا بودن من بخوام بگم یکی آقای وکیلی و یکی هم خانم کاشفی یه نکته هم بگم ویدیو رو تمام کنیم توی بررسی قسمت قبلی یکی یه کامنتی گذاشته بود نوشته بود که چجوری میگی فن مهران مدیری هستی طرفدار مهران مدیری هستی و بعد میای اینجوری کارش رو زیر سوال میبری گفتم طرفدار مهران مدیری هستم نیستم که <تصحیح> میدونی طرفدار واقعی کسیه که واقعا ضعف ببینه تو کار آرتیست مورد علاقش بگه بگه که این کار رو ضعیف انجام میده اینجاش ضعیف بود همونطور که وقتی قویه میگه اینجاش قوی بود خلیست که تو بکشی برای آرتیس مورد علاقه خب ضعیفه دیگه من چیکار کنم دمتون گرم که تا اینجا ای ویدیو همراه من بودید اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره این ویدیو هم برای قسمت اوله که اگه ندیدید ببینید منتظر ویدیوهای بعدی باشید فعلا